وزیر کشور رژیم ایران میگوید 31 استان ایران به 5 منطقه تقسیم شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از تقسیم بندی استانهای این کشور به 5 منطقه خبر داد و گفت استانهایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور همافزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفتند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند. اما معاون وزیر کشور ایران این 5 منطقه را چنین اعلام کرده است. منطقه 1 استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم به دبیری استان تهران. منطقه 2 استانهای اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمال بختیاری، هرمزگان و کهگیلی و بویر احمد به دبیری استان اصفهان. منطقه 3 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان به دبیری استان آذربایجان شرقی. منطقه 4 کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان به دبیری استان کرمانشاه. منطقه 5 خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان به دبیری استان خراسان رضوی. بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما. امشب در برنامه صفحه دیگر با میهمان گرامی برنامه جناب آقای یاسین اهوازی عضو کمیته مرکزی حزب تضامن الاهواز این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. درود بر شما جناب آقای اهوازی. من به شما و بینندگانتون هم سلام دارم. جناب آقای اهوازی، به عنوان اولین سوال از جناب علی میخوام بپرسم که هدف رژیم از تقسیم 31 استان ایران به این 5 منطقه چی هست در واقع؟ بله، البته قبل از هر چیزی باید گفت که این طرح درست الان مطرح شده بود. این طرح قدیمی هستش که در زمان آقای احمدی نژاد و قبل از اون در زمان رفسنجانی زمزمه شده بود. اگه یادتون باشه در زمان آقای احمدی نژاد وقتی که شهرستان گاوبندون در استان هرمزگان را به استان فارس وضع کردن و اسمش رو گذاشتن استان پارسیان که به خلیج وضع بشه، در همون موقع صحبت از این بود که ایران را به 5 منطقه تقسیم میکنند که بتونن بهتر به قول خودشون بتونن امکانات به مناطق بدن. بله. اما در این طرح وقتی که آدم میخونه همین چیزی که الان شما خوندید که از قول معاون توسعه و انسانی وزارت کشور که یک شخص امنیتی و سابقه کار در استانداری و مناطق و ادارت امنیتی داره، وقتی قرائت میشه به خوبی نشون داده میشه که اصلا با اون ادعایی که میکنن این تقسیم ایران به 5 منطقه اصلا منطبق نیست، بلکه سوابق امنیتی و به اصطلاح تفکر نظامی پشت این مسئله خوابیده. بدین شکل که خودشون توضیح میدن در این که استانهایی که دارای اشتراکات هستن، خوب توجه کنیم، می نویسن اشتراکات و یه چیزم دیگر نوشته بودن اشتراکات هستن و همجواری و ولی تکرار کنید. بله، استانهایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور همافزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفتند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند. بله، اشتراکات به همافزاری. ببینید این کلمه همافزاری اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی مبهمه. اما اشتراکات، من وقتی که آدم نگاه به این تقسیمات میکنه، خب اشتراکات، ببینید اصفهان، شیراز، یزد اومدن وضع کردن به استان هرمزگان و بوشهر، یعنی جایی که جزایر که در خلیج هستن عرب نشین هستن و در همین بوشهر و هرمزگان که همه اکثرا عرب هستن و دارای تراد و سنی هستن، چه اشتراکاتی میتونن با مرکز ایران مثل اصفهان و شیراز داشته باشن؟ حالا اگر مثلا میمدن این مناطق به استان اهواز یا عربستان وصل میکردن، خب یک اشتراکات میشه گفت داشتن. با. هم عربن، هم زبانن، هم مذهب، هم مذهب و غیر چیز دیگه. اما وقتی که اینها رو وصل میکنن به یک فرهنگ دیگه، به یک زبان دیگه که اون متاسفانه اون فرهنگ اون زبان تسلط داره، خود به خود این نشان میده که برای اضمحلال هویت اون منطقه تلاش میشه. در اینی که ادعای دیگه هم که میکنن برای توسعه، خب این استان ها
یکی از میتونستم با داد مشکل در قوانین هستش، مشکل در اون افرادی هستش که به عنوان استاندار یا فرماندار انتخاب میشن. در اقالیم اتنیکی وقتی یک غریبه رو میارن خیلی راحت بهتون میگه، وقتی میگیم غریبه، خب خودشون بارها اعلام کردن که آشنایی به مناطق ندارن، نه زبان میشناسن، نه فرهنگ منطقه میشناسن، نه تعامل میدونن چطوری با این مردم رفتار کنن، نه از مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی رو میدارن. و وقتی اونها میان استاندار میشن، خب مشخصا استاندار اون استان رشد نمیکنه، حالا غیر از اینکه نگاه امنیتی و تبعیض آمیز هم به اون مناطق اتنیکی ما میشه. در این سو حالا نگاه بکن، در منطقه 5 آمدن مثلا استان عربستان الاهواز یا خودستان به قول خودشونو وصل کردن به ایلام و کرمانشاه و لرستان و کردستان و همدان و استان مرکزی. خب حالا این تشابه آنچه که خودشون ادعا میکنن، اشتراکات اینجا چی هستش و یا هم افزاری بین مثلا فرهنگ در اقلیم ما در عربستان یا الاهواز با استان مرکزی همدان چی هست، حتی با کردستان چی میتونه باشه، غیر از اینکه انسان هستیم میتونیم تعامل کنیم، ولی کردها دارای فرهنگ و مذهب خودشون هستن، دارای ترادیشن خودشون هستن، دارای آداب و رسوم خودشون هستن، ما هم همینطور و اون دیگران هم در همدان و استان مرکزی هم همین شکلی. خب این نشون میده که اینها برای اینکه بتونن این مسئله یک استاندار محلی رو انتخاب بکنید رو هم مزمحل بکنن، دو طلبات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی این ملیت‌ها و اقوام رو نادیده بگیرن مزمحل بکنن و با ترکیب این اقوام و ملیت‌ها بتونن یک اضمحلال فرهنگی وجود بیاره. چرا که زبان مشترک بین این مناطق چی خواهد بود؟ مسلما زبان عربی یا کردی نخواهد بود و همینطور در مورد مثلا استان هم جوار دیگه به همیشه. اما استاندارها ما میدونیم که همیشه با دید امنیتی انتخاب میشن، در دستگاه امنیتی جا دارن و از نظام و از مرکز انتخاب میشن. حالا سوا این که این ادغام میتونه به اصطلاح یک ضربه به هویت ملی به اصطلاح ملیت ایران باشه که در طول تاریخ نتونستن این کار رو بکنن، اما سعی میکنن به هر شکلی از اشکال بتونن این همبستگی رو در همی که هویتی رو نابود میبرن، این همبستگی بین ملیت ها رو هم تضعیف بکنن و یا از بین ببرن، در همی که یک استاندار امنیتی مسلط میشه و از طرف دیگه هم قرارش همزمان با و یکی از طرح‌های تکمیلی این طرح هم این است که این مناطق و این استان‌ها که با هم ادغام میشن، نیروهای سپاه یعنی فرماندهی سپاه در هر استان هم با استان‌های دیگه ادغام میشن که بتونن یک فرماندهی مشترک به وجود بیارن که کنترل منطقه به راحتی در دستشون باشه و بتونن به راحتی در مناطق دیگه رفت آمد بکنن تحت یک فرماندهی مشترک، همونطور که مثلا تحت یک فرماندهی به اصطلاح سیاسی و اداری مشترک مثلا دادن به کرمانشاه 5 استان و مثل الاهواز و کردستان و ایلام و همدان و مرکزی رو و استان مرکزی رو دادن به استان کرمانشاه. اما آنچه که مسلم است این 100% این یک طرح امنیتی به ضرر ملیت هاست و هیچ نوع رشدی هم برای اینها به وجود نخواهد آمد، چرا که اگر دولت ایران بخواهد رشد و توسعه این مناطق و ملیت ها را در نظر داشته باشد، کافی است که یک استاندار محلی انتخاب بکنه، بودجه مناسب در اختیار هم داده بشه، حداقل اصلاحات فرهنگی و اجتماعی رو به وجود بیان تصویب بکنن، اگر بخوان یک نیتی البته یک رؤیاست به راحتی رشد میکنه و مردم هم همراهی خواهند کرد. اما با این وضعی که ما در ایران داریم میبینیم که بسیار رانتخاری در اقتصاد و به اصطلاح بیداد میکنه و دولت همون شیوه های گذشته امنیتی رو در ارتباط با ملیت های ایران و طلبات به حق و طلبات به حق فرهنگ و اجتماعیشون در پیش گرفته، هیچ نوع به اصطلاح نگاهی نمیشون غیر از اون که این طرح یک طرح متاسفانه امنیتی و برای ضربتی است برای کنترل خواسته ها و تظاهرات آینده ملیت های ایران. بله، البته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رژیم ایران درباره این تقسیم بندی هم گفته که یکی از مهمترین اهداف این بوده که
به جای توسعه خود استان ها منطقه ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب میاد. البته همچنان که جناب علی هم اشاره داشتید، مناطق نه طبق ملیت ها و نه طبق زبان ها تقسیم بندی نشدند، بلکه به گونه مختلط تقسیم بندی شدند که در نهایت 100% زبان فارسی زبان مشترک آنها خواهد بود و استان هایی که به دبیری این مناطق انتخاب شدند، مثلا تهران یا اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه، هر کدام خصوصیت جدایی در از مناطقی که به اونها اختصاص پیدا کرده. خب آیا فکر میکنین به حال در این شرایطی که ما قرار داریم، علل خصوص شرایط خاورمیانه، مخصوصا شرایط عراق، باعث این طرح شده که این طرح یک بار دیگه به مورد بحث گذاشته بشه و درخواست بکنن که حتما باید این طرح قطعی بشه و به اجرا درآورده بشه، آیا هیچ ربطی به مسئله عراق و به نوعی تنشا در منطقه داره این تقسیمات فکر میکنید؟ 100%. ببینید، چنان که گفتم این طرح از زمان احمد نژاد بوده، تصویب شده بوده و موکول شده به دلیل مشکلات دعواهای درونی، موکول شده به آینده و دادنش وقتی که آقای روحانی با اون شعار تدبیر امیدش اومد و کار و یه مقداری به اصطلاح مورد حمایت بیت رهبری و سپاه الان قرار گرفته به دلیل شرایط عراق، بله این طرح جرا جلو انداختن، سریع انداختن این جلو، چون که همین خود آقای جواد ناصریان معاون توسعه با تأکید اعلام کرده که این طرح تصویب میشه، یعنی ردخورد نداره، یعنی دیگه قابل بحث نیست، دوفوریتی تصویب میشه، چرا که به اصطلاح نیروهای نظامی و به اصطلاح بیت رهبری پشت این بطر هستن و خواهان اجرای به اصطلاح تصویب طرح هستن که 100% هم این طرح تصویب میشه و به همین دلیل هستش که به دلایل مسئله که در عراق وجود داشته که تأثیرات خودش آردی، یعنی از قبل ایران گذاشته، چرا ایران عراق الان به سه منطقه تقسیم شده و به دلیل همین فشارها و همین تبعیضاتی که دولت نور مالکی علیه سنی ها اجرا کرده و علیه کردها اجرا کرده و در خدمت نظام ایران بوده و سیاست های سکتاریستی و فاشیستی رو اونطور که خود مردم عراق بهش لقب میدن انجام داده، این عراق به این روز افتاده و مطمئن باشید که خود به خود خب در این دنیای گلوبالیزیشن، در این دنیای ارتباطات، در این دنیای اینترنت، این طلبات، این خواسته ها، این نگاه، تمام این حوادث به تمام منطقه دنیا شاهد خواهم بود که ایران خب در همسایگی قرار داره و اقلیم های اتنیکی هم که در مرزها در مرز عراق قرار دارن، به همین دلیل برای کنترل بیشتر اقوام ایران و ملیت ایران به اصطلاح تصویب این طرح خیلی فوریت شد و تا دو هفته دیگه، احتمالا تا قبل از دو هفته دیگه تصویب خواهد شد. بله. مسئله عراق خیلی مهم هستش. بله، اشاره داشتید به ریاست جمهوری حسن روحانی. حسن روحانی برای مسئله اتنیکی و مذهبی، مصاحب اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران، به نوعی علی یونسی به عنوان همفکر و مشاور خودش اعلام کرده. آیا فکر می‌کنین واقعاً وعده وعیدهایی که حسن روحانی در خصوص مسئله ملیت‌ها، در خصوص مسئله اقلیت‌های مذهبی داده، تا چه حدی کار شده براش و تا چه حدی این وعده وعیدها در حال اجرا هست یا به اجرا در آمده؟ خیلی ساده است. ببینید، تعهدات، حرفایی که آقای یونسی زده نتیجهش اینه. روز پنجشنبه 19 ژوئن، یعنی 5 روز پیش، اکبر ترکان مشاور عالی آقای حسن روحانی در تلویزیون کانال 1 صدا و سیمای نظام فراخوان میده به مردم ایران. وقتی اینجا میگه مردم ایران، خب مشخصا میدانید منظور کرد و عرب و لورو نمیدونم بلوچ نیست یا ترک، یعنی کسانی که دار پولدار هستن، پول دارن و همخوان با نظام و همراه با نظام هستن. فراخوان میده که بیاد یک قطعه زمین در شهر، قسمت های جنوبی شهر آبادان و عبادان و یا دیگر مناطق شهر آبادان و همچنین محمره بخرید.
چرا این حرف رو میزنه؟ در بین این لینکش هم آمد در یوتیوب موجود هستش. این فراخوان به این دلیل هستش که در جهت همون طرح تغییر بافت جمعیتی یا دیموگرافی به اصطلاح منطقه پیش میره که همزاد هستش با همین طرح منطقه کردن پنج منطقه ایران. یعنی الان بازم این الان یک سال پیش در اقلیم اهواز شروع کردن در مناطق غربی زمین ها را گرفتن و به غیر بومیان دادن، شروع کردن زمین های این گسترش همین شکر و تصاحب زمین ها از کشاورزان عرب و گسترش دادن و آقای ترکان میاد در تلویزیون میگه که زمین های مردم عرب رو باید خرید، یعنی غیر بومی ها باید بخرن و سال یک بار دو بار برن اونجا برای تفریح سر بزنن. خب این تغییر ترکیب جمعیتی و خریدن زمین ها در جنب همین طرح هستش که همزاد همین طرح هستش که هم فرهنگ ها رو نابود بکنه، هویت ها رو نابود بکنه، هم طلبات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مردم رو به اصطلاح منکوب کنن. بله. برخی از کارشناسان جناب آقای اهوازی اشاره داشتن به این مسئله هم که در واقع طرحی که قبلا هم داده شده در این طرح در ادامه همین طرح هست، یعنی طرح منطقی کردن استان ها در ادامه همین طرح هست که اشاره داشته به این که فرزند بیشتر زندگی بهتر یا با چند فرزند زندگی بهتر در واقع، و این هم به نوعی برخی از کارشناسان سیاسی ربط میدن به مسئله ملیت ها و اینو بیشتر این تبلیغات رو بیشتر برای به نوعی ملیت بالادست در ایران به نفع اونا به نوعی برآورد میکنن و صحبت میکنن ازش. نظر جناب علی در خصوص این طرح چی است؟ فرزند بیشتر و زندگی شادتر و زندگی بهتر. همین امروز که سه‌شنبه هستش در مجلس اینا طرحی برده شد که با اکثریت تایید شد که هر کسی که عمل تومی یا همین به اصطلاح عملی که خانم ها انجام میدن برای عدم باردار شدن، برای عدم حاملی شدن انجام بده، دو تا سه سال زندانی داره. فشار نظام ایران برای تکثیر جمعیت بله در مناطق بیشتر در مناطق مرکزی ایران هستش. این مناطق به دلیلی که در عرض این ده سال اخیر رشد جمعیتش از 1.2% در سال نسبت به 20 سال پیش که 3.4% بوده، 4.6% بوده ببخشید، اومده پایین و این نظام اینو خطری برای خودش قلمداد میکنه. یعنی همون به اصطلاح مردم مرکزی ایران که زاد و ولدشون کم شده، اما در مناطق اتنیکی و به اصطلاح حاشیه ایران و ملیت های ایران این رشد همطور ثابت در حدود 3% مونده، باعث شد که این به اصطلاح طرح تکثیر جمعیتی رو به بهانه اینکه که ما باید به سر 50-200 میلیون برسیم که بتونیم ابرقدرت بشیم در منطقه یا بتونیم ببخشید شعار اونها رو البته میدن که جمعیت ایران پیر هستش و نیروی کار احتیاج هست برای ایران، اما در حقیقت دو هدف دنبال میکنن. یک اینه که بتونن مردم مناطق مرکزی ایران رو از دارای جمعیت نفوذی زیادتری بر دیگر ملیت ها بکنن، دو این که با تکثیر جمعیت بتونن به اصطلاح به شکل ابرقدرتی در منطقه ظاهر بشن و اون شعارهای هلال شیعه که در پیش دارن بتونن با این نیروی انسانی به اصطلاح تکمیل بکنن. اما خب همه این مخالفت ها با این طرح انقدر زیاد بوده که حالا ما اینجا رادیو شفت نمیزیم، به دلایل مختلف اقتصادی اجتماعی، به دلایل سیستم استبدادی، به دلایل فسادی که وجود داره و به دلایل خیلی کسای دیگه. اما نطفه اصلی ببین تمام این طرح ها در همین طرح جمعیتی استانی و همون خرید زمین های مردم کشاورز ملیت ها هم همه در یک جهت حرکت میکنه. تسلط بر این مناطق و اضمحلال هویت فرهنگی و طلبات اجتماعی و سیاسی آنها. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای یاسین اهوازی، متاسفانه وقت برنامه پایان رسید. اگه در پایان صحبتی دارین در خصوص حسن روحانی، یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی و مسئله ملیت ها، ممنون میشم اشاره داشته باشین به این موضوع و
خیلی متشکر از شرکتتون. بله، همزمان با سالگرد 21 سال شدن دولت آقای روحانی به نام دولت تدبیر و امید، چنانکه خبر دارید 22 خرداد همین امسال یک هفته پیش بیشتر ده روز پیش دو جوان عرب اهوازی را به نام علی چبیشاد و علی موسوی اعدام کردند و 33 کرد هم در معرض اعدام قرار گرفتن. این از همون تبعات همون سیاست تدبیر و متاسفانه و امید نظامی هستش که با شعار عدالت و حقوق بشر روی کار آمد. اما یک سال بعد از این حکومت، در حینی که ما شاهد بدتر شدن اوضاع امنیتی و نگاه امنیتی به ملیت ایران و کل ایران هستیم، متأسف اوضاع اقتصادی هم زیاد در قسمت صنعت به خصوص آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ نوع خوشایند نبوده و مذاکرات اتمی هم که الان می‌بینیم با مشکلات عدیده روبرو شده، چون طلبات جهانی و شفافیتی که دنیا و از برنامه اتمی ایران طلب می‌کنه هنوز به این اطمینان به دنیا و جهان و جامعه جهانی داده نشده. اما آنچه که مربوط به ملیت است، متأسفانه سرکوب و نگاه امنیتی همچنان به سبک قدیم و دوران احمدی‌نژاد در دوران آقای احمد متأسفانه حسن روحانی همچنان ادامه داره. خیلی متشکرم از شرکت جناب علی. جناب آقای یاسین اهوازی، عضو کمیته مرکزی حزب تضامن الاهواز، من هم تشکر از شما و بینندگانتون. شب خوشی داشته باشید. بینندگان تلویزیون تیش، این بود برنامه صفحه دیگر. تا برنامه دیگر و صفحه دیگر، شب خوشی را برای شما آرزو می کنم. شب خوش. Que vous reconnaissiez ce...